اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سوره حمد سوره ایست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در حدیثی فرمودند اگر سوره هم در یک کفه ترازو و کل قرآن در کفه دیگر قرار داده شود، سوره هم سنگین تر و رجحان دارد. به همین خاطر بنا گذاشتیم به تفسیر این سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم و تفسیر کردیم، رسیدیم به آیه الحمدلله رب العالمین. الحمد مرکب از دو کلمه هست، الف و لام و حمد. در زبان عربی الف و لام دارای 16 معنا هست که در کتب معتبر ادبیات و لغت عرب پیرامون اون مفصل صحبت شده. در میان اون 16 معنا، دو معنای الف و لام در اینجا محتمل هست. یکی الف و لام استغراق افراد و دیگری الف و لام ماهیت. الف و لام استغراق افراد به این معناست که الف و لام دلالت می کند که متکلم تمام افراد لفظ بعد را اراده کرده. مثلا اگر گفته شد الرجل و الف لام استغراق افراد هست، یعنی متکلم تمام افراد و مصادیق لفظ بعد که رجل هست اراده کرده. الرجل یعنی تمام مردان، همه مردان. به این الف لام میگن الف لام استغراق افراد، و در ترجمه میشه به جای این الف لام تمام، کل، همه، جملگی گذاشت. و یا الف لام ماهیت هست. الف لام ماهیت دلالت میکند که متکلم ماهیت لفظ بعد را اراده کرده. یعنی الف لام مثلا الرجل یعنی جنس رجل، الحمد یعنی جنس حمد. پس بنابراین این الف و لام یا الف لام استغراق افراد هست یعنی کل الحمد، یا الف لام ماهیت هست یعنی جنس حمد. این جنس، این ماهیت که حمد هست لله هست، برای خدا هست. اگر الف لام استغراق باشه یعنی کل حمد لله رب العالمین هست. اگر الف لام جنس باشه یعنی جنس حمد، این ماهیت از آن خداوند پروردگار عالمیان هست. اما کلمه حمد در لغت
عربی به معنای ستودن چیزی به خاطر داشتن صفات عالی یا افعالی پسندیده هست که در اختیار اون هم بوده، میتونسته داشته باشد اون صفت یا اون کارها را بکند یا نکند. مثلا شخصی احسان میکند، اینجا اگر کسی ستایش کرد او را به او حمد گفته میشه. چرا؟ چون فعل خوبی انجام داده و در اختیار اون بوده این فعل، میتونسته این کار را انجام بده یا این کار را انجام نده. یا اگر شخصی صفتی داره، مثل صفت عالم بودن، خب شخصی بیاد او رو ستایش کنه به خاطر این صفت عالم بودن، چون اون شخص هم صفت خوبی داره، هم میتونسته عالم باشه میتونسته عالم نباشه، درس بخونه یا درس نخونه، اون وقت این ستایش حمد میشه، چون دارای صفتی است پسندیده و در اختیار اون بوده که این صفت دارا باشد یا نباشد. حالا که داراست، این ستایشی که از اون میشه حمد نامیده میشه، به خلاف اوصافی که در اختیار اون شی نیست. مثلا پرنده ای خیلی زیبا میخواند، اگر کسی او رو ستود به اون حمد نمیگن، به اون مد میگن. بنابراین مد یعنی ثناگویی چیزی بر داشتن صفتی یا فعلی که در اختیار او نیست یا در اختیار او باشد. اما حمد حتما باید اون صفت و اون فعل در اختیار اون باشه، بتونه داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین حمد یعنی ثنا، ستایش چیزی بر داشتن صفتی یا انجام فعلی پسندیده که در اختیار اوست، میتوانست داشته باشد یا نداشته باشد. با توجه به این نکته، کلمه الحمد اگر الف و لام، الف لام استغراق باشه، یعنی تمامی این ستایش های که در عالم وجود هست. اگر الف لام جنس باشه، میگه جنس حمد، اصلا این ماهیت لله هست. با توجه به این نکته یک سوال ایجاد میشه، اگر کسی حمد به ستایش کسی کرد، مثلا شخصی دارای دانش خیلی عالی بود، مثلا دارای علم مثل فیزیک، شیمی، ادبیات یا عالمی در دین بود، مردم حمد اون کردن، او رو ستایش کردن، ستودند، خب این که کسی اشکال نمیگیره، پس چرا شما میگید کل هم جنس هم برای خداست، اونها هم نیستند، در حالی که اونها همه حمد هستند؟ در اینجا جواب داده شده، این حمدها هم بازگشتش به حمد خداست. چرا؟ چون اونها مخلوق خدا هستند، اونها هم توانشون، وجودشون خدا داده، توانشون به کسب علم خدا داده، خدا به اونا عقل داده، خدا به اونا توفیق داده، لذا بازگشت اونها هم به ذات اقدس باری تعالی است، توانشون و این صفت عالیشون یا کارهای خوبشون. مثل یک شخصی که یک تابلوی میکشه، نقاش یک تابلوی میکشه، همه مدح اون تابلو میکنن،
میگن این رنگ آمیزیش خیلی خوبه، این طرحش خیلی خوبه، اما در حقیقت این تابلو که دارن مد میکنن مدح خود نقاش و پدید آورنده این محصول هنری است. حسن یوسف را که دارد در جهان؟ حسن اون دارد که یوسف آفرید. لذا گاهی مستقیم انسان حمد خدا میکنه، میگه الحمدلله رب العالمین. گاهی حمد دیگری میکنه، میگه چقدر این شخص عالم است، شما رو به خاطر علمتون میستاییم. اما این هم حمد خداست، این میشه حمد غیر مستقیم خدا. پس گاهی هم مستقیم هست، گاهی غیر مستقیم. این حمد و ستایش چنان مهم هست که جز اولین آیه شریفه قرآنی است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در قرآن 60 بار تکرار شده و خدا به اون فرمان داده، به پیامبرانش، به اولیایش فرموده فسبح بحمد ربک، یا رسول الله تسبیح گو همراه با حمد خدا. یا خداوند باز فرمان داده به کثرت کار، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل از طلوع الشمس صبح، قبل از غروب تسبیح و حمد خدا کن ای رسول خدا. این عبارت الحمدلله رب العالمین و کلن حمد خدا اینقدر ارزشمنده که تنها بر زبان اولیاء و خدا و مؤمنان جاری میشه. سخن اهل بهشته و آخر دعواهم و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین سخنی که بهشتیان میگن میفرمان الحمدلله رب العالمین. یا باز بهشتیان میفرمان و قالوا الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. میگه حمد خدا میکنیم، ستایش میکنیم خدا را، چرا؟ چون ما را هدایت کرد به جایی که این چنین جایگاه عظیم و بزرگی است، بهشت هست. این حمد کلام پیامبران هست، لذا حضرت ابراهیم میفرماید الحمدلله الذی وهب لی الکبر اسماعیل و اسحاق. میفرماید که حمد از آن خدایی است که در پیری اسماعیل و اسحاق به من داد. این کلام پیامبر هست، کلام حضرت ابراهیم هست، نوای فرشتگان هست. و تر الملائکه حافین من حول العرش، شما یا رسول الله ملائکه را میبینید که حول عرش جمع شده و این چنین میگوین یسبحون بحمد ربهم، تسبیح خدا میکنن، تحمید و حمد خدا میکنن. به همین خاطر این عبارت الحمدلله رب العالمین و حمد خدا کلن یک کلام مقدس و آسمانی است. به شخصی که این کلام رو میگه هم نوا با فرشتگان، پیامبران و بهشتیان میشود. بدین جهت هست که حمد خدا بسیار ارزشمند هست. هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا، هر که نداند سپاس نعمت امروز،
حیف خورد بر نسیم رحمت فردا. ما نتوانیم حمد تو گفتند، ما نتوانیم حق حمد تو گفتند با همه کروبیان عالم بالا. خداوند انشالله همه با توفیق دهد اهل حمد و تسبیح الهی باشیم و خداوند قبول بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.